سلام به رفقای خوب و باصفای همیشگی، شب و روز همگی به خیر. آقا امشب میخوایم ادامه بزن بزن کوسه و عزما رو پی بگیریم و ببینیم داستان این شاخ به شاخ شدن اونم تو دوره پس از زرخوری به کجا رسید. اول از دنب بنفش اکبر کوسه شروع میکنیم که یه فضای مشابه میتینگای انتخاباتی ترتیب داد و با یه جمله جام زهری زیرا به حق مسلم و زد. مانع از پیش پای ما برداشته شده است، امروز روز آغاز است. انرژی هسته‌ای کجا و انرژی ملت دلاور سرزمین ایران کجا؟ اون انرژی شما مردان، شما بانوان، شما آقایان، همه جوانان، همه مردم این سرزمین و این مرز و بوم است که ما می توانیم به قله‌های بلند فتح و پیروزی به امید حق دست پیدا کنیم. بعد این همه سال چاپیدن مردم و ریختن پول این مملکت تو گلوی سانتریفیوژای هسته ای، تازه این شیخ بنفش یادش افتاده که یه چیزی بالاتر از انرژی هسته ای هم هست. بله، تازه کجاشو دیدی؟ بذار بمب خشم ملت منفجر بشه، اون وقت معنی انرژیشون رو میفهمی. اما از حرفای ساندویچ شده شیخ فری که بگذریم، میرسیم به افاضات پوست کنده بابا کوسش که به تصویه حساب اکبرشاهی با علی گداست. کسانی رو که مردم نپسندن و انتخابات هم در کار باشد دورهشون کوتاه است. حتی اگر با ابزاری جلوی شکل‌گیری دولت اعتدالی رو هم بگیرن، مردم با مراجعه به ذات خیش و با استفاده از ابزاری که دارن تفکرات اعتدالی رو برمی‌گزینن. همین دوره هم بعد از اینکه من رو کنار گذاشتن، نتونستن روحانی رو کنار بگذارن. در حال حاضر پیشبینی انتخابات اسفند آسان نیست. اگر زور نگویم انتخابات خوب می شود و الان اکثریت آرای آقای روحانی و راه ایشون رو تعیین می کنند. میگه علی گدا بزن بغل که وقت پیاده شدنه. آش زهره اتمی کار من و شیخ فری بوده و واسه همینم الان نوبت تاخت و تاز ماست. هجمونی رو رد کن بیاد که حال و حوصله‌ت رو نداریم. بعد در ادامه نقشش واسه قلومبا کردن خبرگان رو رو میکنه و به این ترتیب معلوم میشه که چه خوابی واسه عمامه عظما دیده. سوال و جوابش با یکی از ورق پاره های حکومتی رو ملاحظه کنید. شما در انتخابات شرکت میکنید؟ بله شرکت میکنم، اصلا همه زندگی من همین است. به عنوان نامزد وارد انتخابات مجلس خبرگان خواهید شد؟ بله شرکت میکنم. در انتخابات مجلس نمیتوانم حضور داشته باشم، ولی در خبرگان میتوانم و حضور خواهم داشت. آره دیگه، میخواد بشه رئیس خبرگان و بعدم از اونجا نوک علی گدا رو بچینه. اما از اون طرف خامنه و نوچه‌هاش هم بیکار نشستن و طبق معمول شریعت نداری خط و نشون کشیده که جایی واسه کوسه و دار دستش تو ارکان نظام نیست. دستاندرکاران فتنه 88، آشوب نیابتی سرویس های جاسوسی سیا، MI6 و موساد را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل هم پیاده نظام و شعبان بیمخ‌های آنها علناً شعار می‌دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه و انتخابات بهانه است، اصل نظام نشان است و تأکید بر حذف اسلام از جمهوری اسلامی داشتند. از این جهت آلودگان از سر توجه به فتنه 88 کمترین صلاحیتی برای حضور در ارکان نظام ندارند. با
بابا دیگه ارکانی واسه نظام نمونده که. کدوم ارکان؟ تو این اوضاع و احوال درب و داغون نه راهی پیش پای علیگدا مونده و نه راهی پیش پای کوسه. حالا دیگه کفگیر بعد وعیدای اقتصادی شکفلی هم به تایید خورده و بهونه لغو تحریم هم ازش گرفته شده، یعنی جایی برای اشباهای اعتدالی هم باقی نمونده. اگر تا دیروز مذاکرات هسته‌ای همچون شیشه عمر دولت 11 بود که شکستنش مساوی بود با شکست همیشگی دکتر روحانی و یارانش در سیاست ایران، ولی امروز مسائل اقتصادی پاشنه آشیل دولت 11 است که نه تنها سرنوشت این دولت که حتی سرنوشت کلان حاکمیت نیز به آن گره خورده است. منظورش از پاشنه آشیل همون نقطه ضعف همیشگی آخونده است. منظورش ترکیدن انبار باروته، همون که وقتی موقعش برسه حمامه علیگدا و کوسه و شیخ فری رو با هم پریشون میکنه، همون که کلان و کلون حاکمیت آخونده رو به باد فنا میده و هست و نیستشون رو به آتیش میکشه. بله این قضیه به همون پاشنه آشیل گره خورده، بعد جوری هم گره خورده. Oh.